بیایید به این فکر کنید که در عدد وسطی و میانگین چی تغییرات خواهد آمد اگر یک از اعداد را تغییر بدهیم. به این مثال توجه کنید. یک گروپ از دوستان چهار نفری میخواهند که با هم بازی بولینگ را کنند و هر یک آنها در بازی امتیازات بالای را از آن خود کردند. امتیازات آنها بین 180 الی 220 است. به جز آدمی که 250 امتیاز به دست آورد آدم از همه خوبتر بازی کرد و بعد 290 امتیاز را ساخت حالا افزایش امتیاز آدم چه تأثیری بر عدد وسطی و حد میانه یا میانگین دارد؟ حالا مثل همیشه ویدیو را توقف دهید و سعی کنید اگر خودتان چیز را از آن درک کرده بتوانید. خب بیایید به سوال دقت کنید که آنها چی میگویند؟ ما چهار دوست داریم. هر یک از آنها دارای امتیازاتی بالایی است. پس قرار است چهار رقم متفاوت داشته باشیم که بیان امتیازات امتیازاتی هر یک از آنها است. خب ببینید این کمترین امتیاز یکی از آنها است و این هم دومین کمترین امتیاز است. و اینها بیشترین امتیاز است. بیایید ببینیم امتیازات اینها بین 100 تا 220 است. و جز آدم که 250 امتیاز دارد پس قبل از این که آدم شروع به بازی کند امتیازات این گونه بود کمترین امتیاز 180 و بیشترین آن 250 بود و اگر امتیاز آدم را از این لیست خارج کنید پس بیشترین امتیاز مساوی به 220 خواهد شد و راستش حالا ما نمیدانیم که حالا بعد از بازی عالی آدم بیشترین امتیاز ما مساوی به 290 می شود حالا چه تغییرات را در امتیازات می‌بینیم؟ خب امتیاز این تغییر نکرده است. امتیاز این هم تغییر نکرده است. و امتیاز این یکی نیست تغییر نکرده است. ولی برعکس اینها دم امتیاز جدید را به دست آورده است. و جای 250 حالا او 290 امتیاز دارد. خب سوال اینجا هست که سوال اول این هست که آیا این رقم میانه ما را تغییر خواهد داد؟ آیا داشته باشید میانه عددی وسطی است و اینجا ما چهار عدد را داریم عدد میانه قرار است که پس ما میانگین این عدد که جایش علامه سوال است همراه 220 را به دست می آوریم این قرار است که عدد وسطی باشد حالا اینجا بعد از این که امتیاز آدم تغییر کرد چگونه باید عدد وسطی را به دست بیاوریم؟ خب هنوز هم ما چهار عدد را داریم. امتیازات این دو اصلا تغییر نکرده است. این مساوی می شود به 220 جمع علامه سوال تقسیم بر دو و این مساوی می شود به نصف علامه سوال و 220. عدد میانه اصلا تغییر نمی کند. حالا بیایید که میانگین اعداد را دریافت کنیم. خب به خاطر به دست آوردن میانگین باید همه اینها را جمع کنیم و بعد آن را تقسیم بر چهار کنیم حالا حاصل جمع اینها را پیدا میکنیم و بعد آن را تقسیم چهار میکنیم خب پس حاصل جمع کدام اینها بیشتر خواهد شد چون سه عدد اولی با هم یکسان است ولی در لیست دوم عدد آخری بیشتر است عدد 290 بزرگتر است از 250 پس اگر شما این چهار عدد را جمع کرده و بعد تقسیم چهار کنید یک عدد بزرگتر را به دست خواهیم آورد و حالا اگر این چهار عدد را جمع و بعد تقسیم چهار کنید به خاطر که حاصل یک عدد بزرگتر خواهد شد پس میانگین نیز زیاد خواهد بود میانگین زیاد شده است عدد وسطی تغییر نکردند ولی میانگین این زیادتر شد خب اگر بگوییم که اینها تغییر نکردند غلط گفتیم عدد وسطی زیاد می شود نخیر عدد وسطی تغییر نمی کند ولی میانگین اعداد تغییر می کند بله عدد وسطی به همان شکل اولی باقی می ماند بله این همان چیزی است که در موردش صحبت می کنیم اگر می خواهید که این موضوع را بیشتر یاد بگیرید می توانید که جای علامه سوال را تغییر بدهید با عددی دیگری می توانیم که علامه سوال را جایگزین 200 بکنیم و حالا اگر این سوال را حل کنیم فقط به خاطر اینکه واضح بسازیم عدد وسطی باید که نصف این دو عدد باشد و به طور قرار دادی ما 200 را اینجا گذاشتیم. می تواند که هر عددی باشد. بین 180 الا 220. ولی به طور مثال ما این را گرفتیم. این خیلی واضح است که عدد وسطی تغییر نمی کند. ولی میانگین آن تغییر می کند. بخاطر که ما در مجموع چهل را اضافه کردیم. بخاطر که ما فقط عدد آخری را زیاد کردیم.